راز گوگوش توسط پدر رها اعتمادی فاش شد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریت رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. راز خانم گوگوش و رها اعتمادی رو پدر رها اعتمادی بالاخره فاش کرد. دو روز پیش خبری از پدر رها اعتمادی یعنی آقای حسن اعتمادی منتشر شد که در واقع این خبر همه رو شوکه کرد. این خبر مضمون افشاگری حسن اعتمادی بر رابطه قطعی و رابطه قانونی پسرش رها اعتمادی با خانم گوگوش شاه ماهی موسیقی کشورمون در سن 73 سالگی بود. حسن اعتمادی مهر تایید ازدواج گوگوش با پسرش رها اعتمادی رو زد و در نهایت در بین طرفداران گوگوش قوقایی به پا کرد. جالبه بدونید که پیشتر این خبر رو ما چند ماه پیش در بین ویدیوهامون برای شما عزیزان منتشر کرده بودیم و در واقع مصداق ویدیوی ما و صحت ویدیوی ما حدود 2 روز پیش در شبکه‌های مجازی منتشر شد و حسن اعتمادی این خبر رو در نهایت تایید کرد. جالبه بدونید که آقای حسن اعتمادی به عنوان پدر رها اعلام کرده و گفته پسر من با خانم گوگوش مدت‌ها رابطه داشتند و در نهایت حدود 1.5 سال پیش ازدواج خودشون رو قانونی کردن و رها وارث قانونی گوگوش شد و گوگوش دیگه وارثی به جز رها نخواهد داشت، چرا که این خواسته رها اعتمادی هستش که گوگوش تمام دور و وریاش رو از خودش دور بکنه و در نهایت تا میتونه توسط بادیگارداش از گوگوش مراقبت بکنه که نکنه گوگوش بخواد از رازهای مگو زندگیش در مورد رها اعتمادی و بدرفتاری های او و همچنین شکنجه هایی که رها و اطرافیانش او را در خفا می کنند چیزی به پسرش، نوه هاش و همچنین به خواهر و برادراش نگه. و جالبه بدونید که از وقتی که خانم گوگوش در آکادمی گوگوش با رها اعتمادی وارد رابطه شد و بعدها اینها رابطهشون رو از پشت پرده در آوردن و در نهایت رها به واسطه خانم گوگوش تونست از انگلیس به آمریکا مهاجرت بکنه، از اون تایم به بعد تمام روابط خانم گوگوش رو رها اعتمادی به عنوان شوهر فعلی گوگوش محدود کرده، حتی تا جایی که خواهرها و برادران ناتنی گوگوش هم از این قضیه شاکی شدن و صداشون در اومده و گفتن ما اصلا نمیتونیم به گوگوش زنگ بزنیم چون این آقا اجازه نمیده. ما اصلا نمیتونیم خواهرمون رو ببینیم و ملاقاتی باهاش داشته باشیم و رفت و آمدی باهاش داشته باشیم چون این آقا نمیخواد. و در نهایت مجبوریم که بریم بلیت کنسرت گوگوش رو بگیریم، بریم در پشت صحنه با خواهرمون یه عکسی بگیریم، اونم به زور، و یه خوشوبش کوتاهی بکنیم، اونم فقط با حضور بادیگاردهای رها اعتمادی و گوگوش که در کنار گوگوش هستن و در واقع میشه گفت نوچه‌های رها اعتمادی و خبرچینای رها اعتمادی هستن، اون دوتا نردغول که دوقلو هم هستن. و از اونم که رد بشیم دوباره زن بابک سعیدی هستش، یعنی ندا سعیدی، که اتفاقا همین امروز هم تولد این خانم هستش که به عنوان دستیار اول و خبرچین دست اول رها اعتمادی این روزها خانم گوگوش رو حتی برای رفتن سرویس بهداشتی هم گوگوش رو تحت تعقیب قرار داده و همراه گوگوش هست تا نکنه که گوگوش بخواد احساساتی بشه و حرفی بزنه یا در واقع گریه‌ای بکنه یا بخواد ارتباطی با یکی از اقوامش، دوستان قدیمی و همکارانش در واقع برقرار بکنه و از شهر حال واقعی زندگیش بگه و در نهایت رها اعتمادی و تیم مافیا و خطرناک او کم از پدر رها یعنی حسن اعتمادی و همچنین ندا سعیدی
و بابک سعیدی و اون دوتا نردقول و تشن که در واقع دو قلو هستن و با عنوان بادیگاردای گوگوش هستن، نکنه جیر و مواجب همه اینا قطع بشه و در واقع رسوایی ها و کسافتکاری ها و کلاه برداری های این رهای بی همه چیز رو بشه. جالبه بدونید که گفته شده در حال حاضر ثروتی که رها اعتمادی از گوگوش به دست آورده با هزار تا دوز و کلک و چیزی به نام یک عشق کثیف که در واقع واقعیت نداره و این عشق یک طرفه گوگوش به رها اعتمادی بوده، نه عشق رها اعتمادی به گوگوش. اگر عشقی هم رها به گوگوش داشته، فقط عشق پول گوگوش بوده نه خود او. و در واقع رها اعتمادی جالبه بدونید که دوست دختر خاص خودش رو در پشت صحنه داره و با دختران زیادی در پشت صحنه رابطه داره و از گوگوش به عنوان یک شوگر مامی بسیار ثروتمند و قدرتمند داره فوق سوء استفاده میکنه و همچنین بسیاری از همکاران گوگوش و همچنین همسر سابق خانم گوگوش یعنی آقای قربانی هم گفته رها اینقدر کثافته که داره جنازه گوگوش رو از این صحنه به اون صحنه میکشه، با اینکه گوگوش دیگه مریض شده و بدنش آسیب دیده و حتی در کنسرت استانبول ترکیه هم شما شاهد این بودید که دست خانم گوگوش آسیب دیده بود، اما اون رو آورده بود به زور روی صحنه و نذاشته بود که گوگوش استراحت بکنه. زمانهایی بوده که خانم گوگوش واقعا حالشون بد بوده و تارهای صوتیشون آسیب دیده بود و درگیر ویروس شده بودند و سرما خورده بودند و اصلا حال حرف زدن نداشتن، اصلا صداشون در نمی اومده و این رهای بی همه چیز همون شب خانم گوگوش رو به زور آورده روی صحنه. اما حالا چرا رهای اعتمادی سعی میکنه به مردم به دروغ بگه که تور خداحافظی گوگوش؟ اصلا جالبه بدونید که تور خداحافظی در کار نیست. بلایی که تیم ابی و مافیای کثیف او همچون فرشید پسر خونده او در واقع سر مردم آورد و با آبرو و حیثیت ابی بازی کرد، همون بلا و بیشتر از اونو رها اعتمادی داره سر مردم میاره و اصلا خداحافظی در کار نیست. چرا از واژه خداحافظی برای تور گوگوش استفاده شده یا چرا رها اعتمادی این واژه رو برای تور گوگوش انتخاب کرده؟ میدونید چرا؟ دلیلش این هستش که رها اعتمادی با سوء استفادگری از واژه خداحافظی به عنوان پیشوند تور گوگوش تونسته خداحافظی تور گوگوش رو بر سر زبانها بندازه تا مردم استرس و ترس از دست دادن آخرین فرصت برای شرکت در کنسرت های گوگوش رو داشته باشند و قیمت بلیط های کنسرت گوگوش رو رها اعتمادی با استفاده از واژه خداحافظی به حدی بالا ببره که در واقع مردم و طرفداران گوگوش که عاشقان او هستند از هر شهر و کشوری بیان و در کنسرت گوگوش شرکت بکنند و در نهایت قرار بوده که این آقا برای خانم گوگوش در 5-6 تا کشور تور خداحافظی رو برگزار بکنه. اما ما یهو دیدیم که هر روز با منتشر کردن پست و استوری هایی نوشته تور یهویی و خداحافظی گوگوش در ابوظبی، تور یهویی و خداحافظی گوگوش در استانبول، تور خداحافظی و یهویی گوگوش و بدون برنامه گوگوش به عنوان مثال در یکی از شهرهای آلمان و همه اینها در واقع دروغ‌های کثیف رها اعتمادی بوده. همه اینا دوستان عزیز برنامه ریزی شده بوده، اصلا امکان نداره که یک توری یا یک کنسرتی بدون هماهنگی با سالن و با کنسرت گذار برگزار بشه. یعنی اگر قرار باشه یک کنسرتی برگزار بشه، پیشتر باید بگم که حداقل به فاصله 6 ماه قبلترش، حداقل یعنی حداقل 6 ماه قبلش باید همه چیز آماده بشه و رزرو باشه و در حالت معمول هم به عنوان مثال تقریبا 1 سال قبل معمولا هنرمندان
کنسرت‌گذار و سالن رو هماهنگ می‌کنند. اما این آقا با احساسات و عواطف و لطف مردم به گوگوش سوء استفاده می‌کنه و جالبه بدونید که حتی از خود گوگوش هم رها اعتمادی سوء استفاده می‌کنه و مطمئناً خانم گوگوش انقدر با اخلاق هستن که نخوان طرفدارانشون رو گول بزنن، ولی رها میاد میگه که به عنوان مثال ما اصلاً کنسرت استانبول تو برنامه‌مون نبود یا کنسرت دبی یا ابوظبی تو برنامه‌مون نبود یهو شد، اما حالا شما که میخواید شرکت بکنید به مدت یه هفته فرصت دارید که بلیت کنسرت خانم گوگوش رو تهیه بکنید. حالا مردم میرن تو سایتی که رها و تیم خانم گوگوش معرفی کردن به مردم، میرن قیمت‌ها رو نگاه میکنن ببینن او از 800 دلار شروع میشه تا 3000 دلار، 5000 دلار، 6000 دلار توی ردیفای اول سالن و حتی به بالا، و در پشت صحنه هم یه سری ها میخوان با خانم گوگوش عکس بگیرن. رها اعتمادی اومده جدیدن یه پولی هم برای همین قضیه میگیره، یعنی فکر میکنم برای هر یه عکس حدوداً 2 تا 3 هزار دلار به طور معمول میگیره و اگر بخوان طرفداران خانم گوگوش 1-2 دقیقه هم با خانم گوگوش صحبت بکنن یا ویدیویی از خوشو بش با گوگوش رو بگیرن نزدیک به 10 هزار دلار هم میگیره و همه اینها پولهای کثیفی هستش که رها اعتمادی از عشق و محبت مردم نسبت به گوگوش به دست میاره و ازشون سوء استفاده میکنه و در نهایت میاد میگه خب حالا ظرفیت محدوده، الان بلیط ها فروخته شد، دوباره به مردم فشار روحی روانی میده و در واقع مردم رو یه جورایی سرشون رو گول میزنه و با احساساتشون بازی میکنن که به هر قیمتی که شده در واقع پولی که رها اعتمادی برای کنسرت های گوگوش تعیین کرده رو مردم تاوانش رو بدن و به زور بخرن تا این آقا بتونه به نیت کثیف خودش برسه. و جالبه بدونید که رها اعتمادی الان یکی از مردان میلیونر، اونم به دلار، یعنی میلیون دلاری در آمریکا هستش که کم کم در رده مانی خوشبین قرار داره که یکی از بزرگترین بیزینسمن‌ها و در واقع تاجرای ملک و املاک و اتومبیل در آمریکا هست. و در نهایت پدر رها اعتمادی اومده اعلام کرده که قراره در آخرین کنسرت گوگوش رها اعتمادی پسر من به طور نمادین از خانم گوگوش روی صحنه خواستگاری بکنه تا الگویی برای همه جوانان بشه. حالا شما فکر بکنید آخرین کنسرت خانم گوگوش در هر کشور یا هر شهری باشه، همه اونهایی که یک بار در تور خداحافظی خانم گوگوش شرکت کرده بودند خیلی هاشون حاضرن بیان بلیطی رو که از آقای رها اعتمادی و تیم خانم گوگوش گرفتن و ازشون سوء استفاده و کلاهبرداری شده، حالا حاضرن 10 برابرش رو بدن تا در مراسم خواستگاری و ازدواج گوگوش و رها اعتمادی شرکت بکنن. و حالا شما فکر بکنید فقط با منتشر شدن این خبر از زبان حسن اعتمادی، این آقا دوباره پسرش رو صاحب چه ثروت فراوانی میکنه و چه ثروت فراوانی از فروش بلیت آخرین کنسرت گوگوش، یا بهتر بگم از فروش بلیت مراسم ازدواج پسرش با خانم گوگوش به دست میاره. ولی شما در نهایت در این کنسرت که به عنوان خواستگاری رها از گوگوش هست شرکت خواهید کرد و بازم میبینید که جا تره و بچه نیست و در واقع بازم یکی از دروغ‌های تیم گوگوش و رها اعتمادی بوده که این آقا این دفعه از زبان پدرش منتشر کرده تا بتونه بازم از مردم کلاهبرداری بکنه. حالا جالبه بدونید که شوهر اول خانم گوگوش، یعنی آقای قربانی، همین 2 شب پیش به محض اینکه این خبر منتشر شد به قدری آقای قربانی عصبانی بود
که تا میتونست به رها اعتمادی و پدر اون بار کرد و فوشای زیر ناف داد که دیگه من قادر نیستم اونا رو به شما عزیزان در این ویدیو براتون بازگو بکنم و به خاطر ادبیاتی که در کلام ما و در ویدیوهای ما وجود داره من قادر به گفتن این جملات نیستم، اما هرچی که باره آقای رها اعتمادی کرد آقای قربانی به حق کرد و حتی آقای قربانی از پدر رها اعتمادی به عنوان یک وطن فروش یاد کرد که در واقع ایران رو و مردم ایران رو به خاک نشوندن و الان کارشون به جایی رسیده که با فروش وطن و با فروش هموطن شروع کردن و رفتن سوئد و الان شدن آفت جان هنرمندان اونور آب، یعنی افتادن به جان ابی ها، به جان گوگوش ها و بسیاری از هنرمندان دیگر که اونا رو تیغ بزنن و در واقع اونا رو نردبون کنن و برای به دست آوردن ثروت میلیارد دلاری و میلیون دلاری و ثروت های عظیم از نردبون این هنرمندان برن بالا، از اسم و رسم و هویت اونها سوء استفاده بکنن. و در واقع چند روز پیش هم پسر خانم گوگوش یعنی کامبیز قربانی هم یک مصاحبه ای داشت و او هم اعلام کرد که من به خواست و انتخاب مادرم برای انتخاب منیجرش احترام میذارم، چون مادر من انقدر عاقل هست و بهتر از هر کسی میتونه تصمیم بگیره و نیازی نیستش که من عقل بذارم تو سرش. اگر فکر بکنه که در واقع منیجرش رو بخواد بیرون بکنه یا باهاش کار نکنه، مثل اونایی که در واقع باهاشون کار نکرد باش کار نمیکنه و در واقع من هیچ نظری راجع به رها اعتمادی ندارم. اما کامبیز قربانی چرا این حرف رو زد؟ چرا مخالفت مادرش رو با اخلاق و رفتار خودش باز به تصویر نکشید، باز چیزی ازش نگفت؟ میدونید چرا؟ چون خانم گوگوش در اقدامی عجیب و غریب اومده برای درمان پسرش یک قدم خیری رو برداشته و در واقع یک سلولهای بنیادی رو به دست پسرشون تزریق میکنن برای درمان کامبیز که از کودکی کامبیز قربانی رو اذیت میکرد و به همین خاطر الان رابطه این مادر و پسر بعد از مدت ها که یک بار خوب شده بود و دوباره سر رها به هم ریخت، الان دوباره بعد از مدت ها خوب شده و کامبیز دیگه نمیخواد دل مادرش رو سر رها یا هیچ موجود دیگه ای بشکنه. با همه بی احترامی هایی که خانم گوگوش در جلوی دوربین به آقای کامبیز قربانی کردند، اما کامبیز قربانی همیشه سرش پیش مادرش پایین بود و با احترام راجع به مادرش صحبت کرده و همیشه در مصاحبه هاش گفته رگ گردنم من برای مادرم میزنم و عشق مادرم بزرگترین چیزیه که در زندگی و در قلب من هست و عاشقانه مادرش رو دوست داره. اما او هم از این که رها اعتمادی در زندگی مادرش هست بیشتر گله‌مند بوده و ناراضی بوده و بارها گفته برای مادرم نگران هستم و امیدوارم مادرم درست‌تر فکر بکنه و یک خونه تکونی بکنه، آدم‌های دور و برش رو از خودش دور بکنه و بدونه که من اونو به خاطر پول و اینطور چیزها نمیخوام، من خودش رو دوست دارم نه ثروتش رو. اونایی که افتادند دور و بر مادرم و مادرم رو میپان و ارتباطات مادرم رو کنترل میکنن که با ما در ارتباط نباشه، در واقع اونا آفت جون مادرم هستن. اونا نگران خودشون و منافع مالی خودشون هستن و نمیخوان بذارن که ثروتی از مادرم به ما برسه. و آقای قربانی هم به عنوان همسر سابق خانم گوگوش اعلام کرد و گفت امیدوارم که گوگوش یک خونه تکونی بکنه و این مگسان دور شیرینی رو از خودش دور بکنه. رها اعتمادی رو، پدرش رو، این عوضی‌ها رو از خودش دور بکنه و برگرده با آغوش پسرش. چرا که باید
رها اعتمادی و پدرش بدونن که گوگوش در واقع وارثش فقط پسرش کامبیز و نوه‌هاش مایا و دارا هستند و ما تمام حواسمون هست که بیشتر از این ثروت گوگوش رو رها و پدرش نکشن بالا. دوستان عزیز، این ویدیومون خیلی بلند و طولانی شد چون خواستیم شما رو در جزئیات دقیق ازدواج و خواستگاری گوگوش و افشاگری های پدر رها اعتمادی قرار بدیم و لطفاً و حتماً برامون کامنت های زیادی بذارید و نظراتتون رو راجع به ازدواج خانم گوگوش با رها اعتمادی و افشاگری های پدر او و کلاهبرداری های رها اعتمادی از گوگوش در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید و حتماً برامون لطفاً ویدیو هامون رو ببینید، لایک کنید، لایک رو فراموش نکنید و ویدیو هامون رو لایک کنید و حتما در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید، ویدیو هامون رو ببینید و برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً حتما شیر بکنید. خیلی دوستتون داریم. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.